برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. افشان خان، مدیر منطقه‌ای سازمان یونیسف در اروپا و آسیای میانه، طی اظهاراتی به دو فرق اصلی میان درگیری در اوکراین و دیگر مناطق اشاره کرد و گفت در سوریه 4 سال طول کشید که میزان آوارگی کودکان به کشورهای همجوار به 4 میلیون کودک برسد، اما این میزان آوارگی در اوکراین در طول 4 هفته رخ داد. وی افزود نکته دوم سطح ویرانی در اوکراین است که این میزان از تخریب در 4 ماه بیمانند است و من مانند آن را در شهر حماه سوریه مشاهده کردم. شکی نیست که رنج کودکان اوکراین به حد رنج کودکان سوریه میرسد و هیچ کدام از کودکان نباید در جایی رنج ببرند. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایران با اشاره به اختصاص 80% ناوگان اتوبوسرانی به زائران اربعین حسینی در ایران گفت 9500 دستگاه اتوبوس زائران اربعین را جابجا خواهند کرد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات ایران در دیدار با رایزن فرهنگی چین در ایران پیشنهاد راه اندازی و تأسیس مرکز چین شناسی در ایران را داد. وی در دیدار با جو زیهاو رایزن فرهنگی سفارت چین در تهران تأکید کرد با راه اندازی مرکز چین شناسی در ایران فصلی نوین در شکوفایی تبادلات و همکاری های دو جانبه رقم می خورد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد که از روز گذشته 4 شنبه 15 ژوئن به پشتیبانی خود از مرورگر اینترنت اکسپلورر پایان داده است. این نرم افزار 27 ساله اکنون به تلفن‌های بلکبری، مودم‌های قدیمی و سایر لوازم و امکاناتی می‌پیوندد که در زباله‌دان تاریخ فناوری قرار گرفتند. تعدادی از بانوان جمهوری آذربایجان با برگزاری راهپیمایی در باکو پایتخت این کشور با بیان اینکه اینجا برای فاسدان آزادی وجود دارد ولی برای مسلمانان وجود ندارد، خواستار مجازات اهانت کنندگان به مقدسات و خداستیزی در جمهوری آذربایجان شدند. استرالیا ساخت یک برج اداری بزرگ 49 طبقه ای را در ملبورن برای سال 2026 برنامه ریزی کرده که قرار است به طور کامل به روکش خورشیدی ملبس شود. ساختمان 40 میلیون دلاری آیودی در ملبورن با 1182 صفحه خورشیدی به طور کامل پوشانده می شود که به دفع انتشار حدود 70 تن دی اکسید کربن در سال کمک می کند. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره شدت وخامت وضعیت حقوق بشر در میانمار هشدار داد. باشله گفت وضعیت حقوق بشر در میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه 2021 به سرعت رو به وخامت گذاشته است و مردم میانمار همچنان در چرخه فقر و آوارگی و نقض حقوق بشر گیر کردند. سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، شب گذشته اعلام کرد من تصمیم به خروج از فرایند سیاسی گرفتم تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و نه در آخرت همراه باشم. صدر افزود میخواهم به عرضتان برسانم که با وجود فاسدان در انتخابات آتی مشارکت نخواهم کرد. این یک عهد بین من و خداوند و میان من و شما و مردم است، مگر آنکه خداوند گشایشی حاصل کند و فاسدان و تمام کسانی که عراق را غارت کردند و به یغما بردند و خونها را مباح کردند کنار زده شوند. سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان سعودی اعلام کرد که چند مقام سابق این کشور از جمله یک عضو سابق مجلس، یک سفیر سابق، چند قاضی و چند افسر نظامی را در ارتباط با فساد مالی و اداری به حبس و پرداخت غرامت محکوم کرده است.
دادگاه عربستان سعودی برای این افراد احکام حبس بین 4 تا 7 سال صادر و آنها را به پرداخت غرامت محکوم کرده است. شبکه خبری اسکای نیوز عربی از ترور یک خبرنگار یمنی در شهر عدن در جنوب این کشور خبر داد. گفته می شود این خبرنگار که نامش صابر نعمان حیدری است برای خبرگزاری ژاپن کار می کرده که بر اثر انفجار یک بمب در مسیر حرکت ماشینش کشته شد. فرزانه مهدیزاده مدیر کل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ایران گفت در مجموع آمار نزاع در سال 1400 هم در مردان و هم در زنان کمی بیشتر از سال 1399 شده است. وی افزود در سال 1400 حدود 600 هزار نزاع در این حوزه بررسی شده است که از این تعداد حدود 400 هزار نفر مربوط به مردان بوده است. تقریبا 2/3 آمار مراجعات نزاع مربوط به مردان و 1/3 مربوط به زنان است. کاری کاهیلوتو سفیر فنلاند در ایران با سفر به شهر مقدس مشهد در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام حضور یافت. او در این سفر از بخش‌های مختلف حرم مطهر رضوی بازدید کرد.